بهار آغاز شادابی. بهار تلویزیون دی اوالی او پیوستون رښتینه غږ. Secretary Pompeo, I have a question. Press hold, please hold him, please. What will be the next action of the United States to change their policy toward Afghanistan? کنفرانس دو روزه ژنو با هدف کمک به افغانستان با شرکت کنندگان از 66 کشور و 32 سازمان بین المللی و تعهد 13 میلیارد دلار مشروط پایان یافت. اما این مقدار کمتر از تعهداتی بود که در کنفرانس گذشته به این کشور تعهد شده بود. با نقل از بخش فارسی بی بی سی، دومین و آخرین روز کنفرانس ژنو میزان تعهدات مالی کشورهای کمک کننده برای افغانستان را برای 4 سال آینده مشخص کرد. فنلاند، سازمان ملل متحد و دولت افغانستان برگزاری این کنفرانس را بر عهده داشتند. به دلیل محدودیت‌های کرونا این نشست به صورت مجازی برگزار شد. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، اعلام کرده است که در این کنفرانس جامعه جهانی برای سال 2021 3 میلیارد دلار و برای 4 سال آینده 12 میلیارد دلار تعهد کردند. تمامی کشورهای کمک کننده تاکید کردند که در صورت انعطاف در مذاکرات صلح، رعایت حقوق بشر، شفافیت و مبارزه با فساد، حفظ حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی در افغانستان و تعهدات خود پابند خواهند بود. در این کنفرانس شرکت کنندگان تعهد طولانی مدت خود را برای حمایت از افغانستان در استفاده از این فرصت تاریخی در مسیر صلح، رفاه و خودکفایی و ادامه تلاش‌ها برای منافع عامه افغان‌ها تجدید کردند. شرکت کنندگان متعهد شدند که مجدداً برای بررسی توافقات و تعهدات در یک جلسه مقامات ارشد در سال 2021 و در یک جلسه وزیران در سال 2022 گرد هم آیند. در این کنفرانس دولت افغانستان و نمایندگان جامعه جهانی به یک مشارکت جدید به خاطر ایجاد یک افغانستان متحد، دموکراتیک و صلح‌آمیز که در دراز مدت متکی به خود و بر اساس منافع تمامی افغان‌ها باشد تاکید کردند. نمایندگان دولت افغانستان یک بار دیگر گفتند که در راستای تأمین صلح، دولت سازی و مسئولیت مشترک با کشورهای جهان همکاری خواهند کرد. کنفرانس 2020 دو روزه کمک به افغانستان که با حضور 66 کشور و 32 سازمان بین المللی برگزار شده بود، برای 4 سال آینده نزدیک به 13 میلیارد دلار مشروط به افغانستان تعهد کرد. اما این مقدار کمتر از تعهداتی بود که در کنفرانس گذشته به این کشور تعهد شده بود. سرگی لاروف، وزیر خارجه روسیه، در این کنفرانس گفت که آنها نگران وضعیت امنیتی افغانستان هستند. در پایان محمد انیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان، ابراز سپاس کرد. آقای اتمر گفت دولت افغانستان پاسخگوی کمک‌های بین المللی خواهد بود. در این کنفرانس آمریکا قول کمک 600 میلیون دلاری در سال آینده را داده است که نیمی از آن مشروط به مذاکرات صلح با طالبان در دوحه خواهد بود. مای پامپی، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت که پیشرفت این مذاکرات بر میزان و ابعاد حمایت آینده بین المللی از افغانستان اثر خواهد داشت و واشنگتن سال آینده آن را مرور خواهد کرد. دیوید هل، معاون وزارت خارجه آمریکا، در این کنفرانس گفت که تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، برای کاهش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به معنی تغییر سیاست آمریکا نیست. او گفت ما آماده حمایت از افغانستان در این جهت هستیم و 600 میلیون دلار برای رسیدگی به نیازهای غیر نظامی در سال 2021 را در دسترس قرار می‌دهیم. ما خوشحالیم که امروز می‌توانیم قول ارائه 300 میلیون دلار این پول را بدهیم و 300 میلیون دلار باقی مانده با بررسی پیشرفت در فرآیند سال ارائه خواهد شد. 4 سال پیش در کنفرانس بروکسل در سال 2016 میلادی کشورهای جهان 15.5 میلیارد دلار برای حفظ دستاوردهای این کشور تعهد کردند. هر 4 سال کشورهای عامی مالی افغانستان گرد هم میآیند تا در مورد میزان پول و چارچوب مصرف کمک‌ها برای 4 سال آینده در این کشور تصمیم بگیرند. در یک توافقنامه که دولت افغانستان در این کنفرانس با سریان توافق کرده است، آمده است که ما خواستار یک روند صلح فراگیر و کارآمد با مشارکت زنان، جوانان و اقلیت‌های قومی، مذهبی و سایر اقلیت‌ها هستیم و تأیید می‌کنیم که هر گونه توافق سیاسی باید از حقوق همه افغان‌ها محافظت کند.
در بیانیه دولت همچنین به نقش جامعه مدنی و رسانه های مستقل تاکید شده است. نمایندگان دولت افغانستان در این حال در این کنفرانس از افزایش خشونت ها و تلفات غیر نظامی ابراز نگرانی کرده و خواستار آتش بس فوری و احترام تمام جوانب درگیر به قوانین بین المللی شده. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پایان نیافتن جنگ در افغانستان را تراژدی خواند و بر خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کرد. او گفت در مذاکرات صلح افغانستان سازمان ملل متحد باید نقش اصلی را داشته باشد و ایران در این زمینه کمک خواهد کرد. آقای ظریف گفت ایران میزبان 3 میلیون مهاجر افغان است. تهدید تروریسم برای افغانستان و منطقه، ادامه حضور داعش، القاعده و همچنین سایر سازمان‌های تروریستی بین المللی و گروه‌های وابسته به آنها در افغانستان از موضوعات مورد نگرانی دیگری است که دولت افغانستان در این کنفرانس تلاش کرد. هیچ کشور، نهاد و یا سازمان نباید از حضور این گروه ها در افغانستان حمایت کنند. ما تمام فعالیت های تروریستی و عملات تروریستی را با شدیدترین عبارات محکوم میکنیم و بر اهمیت اطمینان از عدم استفاده قلمرو افغانستان توسط داعش، القاعده یا سایر گروه های تروریستی بین المللی برای تهدید یا حمله به هر کشور دیگر تاکید میکنیم و اینکه هیچ کدام طالبان و نه هیچ نهاد، گروه یا فرد افغان دیگر نباید از تروریستایی که در خاک هر کشور فعالیت میکنند حمایت کنند. دولت افغانستان در کنفرانس کمک به افغانستان در ژنو همچنان تصریح کرد که در زمینه عایداتی یا درآمدزایی، ایجاد فضای مناسب تجاری، مشارکت زنان، بازگشت پناهجویان افغانستان تلاش خواهد کرد تا در برابر قاچاق انسان مبارزه خواهد کرد. در بیانیه پایانی دولت افغانستان به ویژه از ایران و پاکستان به خاطر میزبانی درازمدت ایران و پاکستان از پناهجویان افغان قدردانی شده است و پاکستان نیز تعهد کرده که در 4 سال آینده 1 میلیارد دلار به افغانستان کمک کند. ترکمنستان گفته خط انتقال انرژی از ترکمنستان به افغانستان تا مرز این کشور تکمیل و به زودی در خاک افغانستان نیز آغاز شود. نماینده سلواکی در این نشست با اشاره به خشونت ها در افغانستان خواستار یک آتش بس فوری از طرف های درگیر شد. او گفت از سلواکی متعهد است که به افغانستان حدود 3 میلیون دلار کمک مالی کند. وزارت مالیه افغانستان اعلام کرد که سوئیس تعهد کرده در 4 سال آینده 104 میلیون دلار به افغانستان کمک کند. وزیر خارجه لوکزامبورگ با کمک های طولانی مدت کشورش نیز به افغانستان تعهد مشروط کرد. وزیر خارجه لوکزامبورگ تعهدات مالی کشورش را مشروط به پیشرفت در گفتگوهای سال، کاهش خشونت و حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته عنوان کرد. او همچنین از نیاز به نقش معنیدار زنان در ایجاد صلح پایدار یاد کرد و آن را مهم دانست. اندونزیا 5 میلیون دلار برای سال آینده کمک نقدی اعلام کرد. نماینده وزارت خارجه استونیا گفت کشورش به شرط ادامه مبارزه با فساد در افغانستان 900 هزار دلار امر کمک به دولت و برنامه‌های بازسازی افغانستان تا سال 2022 کمک خواهد کرد. یوسف عبدالرحیم نماینده بحرین از پروسه صلح افغانستان حمایت کرد و به کمک در زمینه بازسازی زیربناهای این کشور تاکید نمود. الله یوسف نماینده دائمی مصر در سازمان ملل متحد گفت که از پروسه تاریخی مذاکرات صلح افغانستان حمایت می‌کند و در امر مبارزه با افراط‌گرایی با دولت افغانستان کمک کرده است. این کشور در قسمت فراهم آوری زمینه تحصیلات عالی برای دانشجویان افغان 110 اسکالرشپ بورسیه را فراهم کرده است. ترکمنستان به پروژه های مشترک افغانستان و ترکمنستان اشاره کرده و گفت خط انتقال انرژی از ترکمنستان به افغانستان تا مرز این کشور تکمیل و به زودی در خاک افغانستان نیز آغاز می شود. هر 4 سال کشورهای عامی مالی افغانستان گرده هم می آیند تا در مورد میزان پول و چارچوب مصرف کمک ها برای 4 سال آینده تصمیم بگیرد. در سال 2016 نیز کنفرانس بروکسل برگزار شد که کشورهای شرکت کننده در این نشست تعهد کردند که 15 میلیارد دلار تا 4 سال آینده برای بازسازی افغانستان در اختیار این کشور قرار خواهند داد. در سال 2014 نیز کنفرانس لندن با ادامه کمک‌های کشورهای جهان از افغانستان ادامه یافت. کشورها و سازمان‌های شرکت کننده کنفرانس لندن برای باز تعریف رابطه افغانستان و جامعه جهانی تعهدات خود نسبت به این کشور را تجدید کردند. در سال 2012 در کنفرانس توکیو کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس تعهد کردند که در 4 سال آینده 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کنند. افغانستان به مبارزه با فساد مالی و اداری و استفاده مؤثر از کمک‌های جامعه جهانی تعهد کرده است. کشورهای کمک کننده به افغانستان تعهد کردند که صدها میلیون دلار پول برای کمک به برای ثبات و امنیت افغانستان کمک کنند. برای 4 سال آینده نزدیک به 13 میلیارد دلار مشروط به افغانستان تعهد کرد. اما این مقدار کمتر از تعهداتی بود که در کنفرانس گذشته به این کشور تعهد شده بود. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد.
بهار تلویزیون دی اوالی او پیوستون ریختین غږ. بهار آغاز شادابی.